تصور کن به یه شهر بازی فوتبالی رفتی که در مقابل 30 لیوان عجیب قرار داره که روی هر لیوان کارت‌های بازیکن‌های مختلف قرار گرفته، اما تو فقط 12 بار فرصت داری با انداختن این توپ پای پینگ پونگ توی هر لیوان بازیکن‌های خودت رو برای جنگ با بزرگترین پلیرهای فوتبال تو دنیا انتخاب کنی. چه بازیکنایی رو هدف می‌گیری؟ اینجا 30 تا لیوان گذاشتیم و توی 15 تا از لیوان‌ها کارت‌های کاملا دریوری، 15 تا از لیوان‌ها کارت‌های بالای 97. 12 تا پرتاب داریم، با 12 تا پرتاب می که میکنیم توی هر لیوان این توپ بیفته اون کارتو ور میداریم و مستقیما میذاریم توی ترکیب. اما گرفتن کارتای خفن سخت‌تره به خاطر اینکه هرچی به عقب تر میریم ارتفاع کارت بالاتر میاد و نمیداره که این توپ کارت بعدی بره. واقعا کدوم کارت خفنو میتونم بگیرم؟ خب میریم واسه اولین پرتاب. آقا بنده الان مسی رو میخوام بردارم، اون آخر اون وسط گوشه‌ها نباید بنداز یا اول فصل. وای خیلی سخت است، اما فکر نمی‌کردم واقعا سخت باشه. اولین کارت دریوری، یعنی آشغال ترین کارت که میدونستی ما گرفتیم. دریوری کارت دری 75 نشون دادن داره آخه. پرتاب دوم، ببین باید ارتفاع بگیره توپ، یعنی اینجوری اینجوری بشه با قدرتی بزنی نمیره. برکن اشرف حکیمی رو میگیره. مگه میشه؟ ببین هوش شما باید داشته باشی، کارت اشرف حکیمی رو نیار جلو، خود ادیتور زوم میکنه. آقا الان ما بخوایم مسی 99 بگیریم که اون آخر اونم وسط، بهتر اینجا وسطه، الان ما باید چیکار بکنیم؟ من به نظرم نمیدونم آقا، باید مثل اشرف حکیمی بندازیم جلوی دیاز هم خالی شده. نشون بده شما جلوی دیاز هم خالی شده اونجا، یعنی ما اگر که دیاز رو بخوایم بگیریم راحتیم. ضربه بعدی، آقا مایستاد اونجا، من دیاز رو گرفتم. کارت اینجوریه، بنده دیاز 96 رو میگیرم و جلوی مسی یک قدم خالی تر میشه. اینجا رو بگیر شما، سه تا بازی کن. آقا نگاه کن اونجا رو، جلوی مسی خالیه خالیه، یعنی ما توپو بندازیم. آقا چرا پایین داری نشون میدی؟ ضربه چهار رو بزن، ضربه رو شما بشمار من یادم نره. مسی اون وسط داره چشمک میزنه. آقا روماریو صدا رو شما داشتید. آقا روماریوی 98، ولی همچنان از اون ردیف آخر که بهترین بازی کنن هیچ کدوم نتونستم بگیرم با 4 تا پرتاب، سخت اون آخر. الان ما 3 تا دفاع گرفتیم، یه دونه مهاجم، یه دفاع دیگه میخوای، بقیه فقط فوروارد و باید از این به بعد هدفی بریم، باید هافبک بگیریم. آقا هافبک وایس، نمیدونم ناکامورا هم که سمت چپ میخوره گولیت مثلا با پیرلو چیهای بدی هستن وسط هافبک داریم ما. ببین ارتفاع دار میخوام بزنم خیلی با پرش. برکل ارلینگ هالند، ولی چرا ما آقا همه که این آخرا رو من دارم میگیرم، این آخر ردیف آخر که بهترین رو نگرفتیم. خوبه آقا روماریو الان چه شبت مهاجم تالا اینا رو نداشتم من. الان میریم واسه شیشومیش. بیا اینجا ببینم بابا، من میگیرم همه تونو. بیا میکنه کار بابا. ویرای 98 رو گرفتم، ردیف چهارم همشون، چند ردیف چندم و ردیف پنجم همشون داره خالی میشه، یه دونه دیبروینه اینجا مونده، اون آخر دارم واسهتون، همه اینجا داره خالی میشه. ویرای 98 دوستان، عکس اختصاصی. آقا بخوره دیوار بره توش حساب نیستش دیگه. نه نیست، نمیره اصلا تو اونا نمیره، خیلی سخته این عقب. میخوام سری بزنم تو سلبات. بابا بیافتیم دیگه، بابا بیافت دیگه، اصلا چی شده؟ 5 تا ما ضربه زدیم هیچ نیافتاد. ها کی افتاد؟ سالیبا 96 رو میگیره، دفاع تکمیل شد، دیگه نباید دفاع بگیرم. آقای عزیز بیا بیرون اینجوری بذار بندازم. بابا اینم دفاع که دفاع، ردیف سوم دوباره من ردیف آخر نتونستیم، هنوز ردیف آخر بندازیم، 8 تا پرتاب کردیم ردیف آخر یه دونه هم نیافت. ال بی 95 هرناندز، دروازه‌بان نداریم اصلا، تیم دروازه‌بان نداره اصلا، کل کارتا فقط یه دروازه‌بان، اونم پترچک اون گوشه است، یعنی هیچی. آقا بذار آقا پترچک رو بزنیم، دروازه‌بان نداریم. ای بابا آقا این افتاد توش در اومد، به خدا این افتاد تو ناکامورا در اومد، این دیگه این افتاد. آقا آقای ادیتور وی آر بذار شما، افتاده ناکامورای 95 اصلا به درم نمیخوره. سه تا پرتاب دیگه داری، سه تا پرتاب دیگه، یه دونش باید پترچک باشه 100%، وگرنه کارمون تمومه توی حمله کردن. بذار من میخوام از عقب تر بندازم. اوش آشغال ترین بازیکن چی آخه؟ سی ام 75 بازیکنه، سی ام 75 بازیکنه، دو تا دیگه بیشتر نداریم، یه دروازه ما نگرفتیم ما.
جاو کانسلو. وای یه پرتاب دیگه من دارم یعنی؟ آقا رفت تو جاو کانسلو اون واسه یکی دیگه بود جاو کانسلو این 95 ما گرفتیم پترچک اومد نگرفتیم. فوک. ببین بخوره دیوار بره تو پترچک من حساب میکنم. برو کلا گولی تو میگیره. اول آخر ما باید گولیت رو میگرفتیم. حالا که آخرین نفر اومدی میری تو دروازه. دروازه ما نداریم بدبخت شدیم رفتیم. یه ضربه دیگه بزن. یک ضربه دیگه. ارگام شاق نمیخوام اصلا تیمم نمیخواد دروازه بان وایزه ولکام بابا میاد تو مثل مدرسه گل میخوره نمیخواد بیاد. حالا با یکی بشکن ترکیب درست میشه. حالا با ترکیب که چیدیم به سطح بازی اول میرویم. دیویژن 3 آقای 3000 خورده ای کلارا. آقا که درست میگه زن یه بازیکن یعنی چی رو خودت گذاشتی؟ حالا همه فقط زنمون نیست گذاشتی که حالا زنهای دیگه هم هستن. ترکیب حریف بابا ولکو سانتوس سانتوس چیار دادین شما دیگه سانتوس واردیولا چی میگه اون شما سرمربیگری تو بکن و اما ترکیب بنده بنده دیدم که آقا کی قدش بلنده کی قدش کوتاه‌تر دیدم ایشون 1.87 گذاشتم زیاد تو دروازه دیگه وزنی دیگه نداشتیم ما خوب دفاعی 4 تا شوت پات دفاع کردن حداقل چهرهشو داری قبول داری چهرهش هم نداری ریدین کن برو بریم ما دیگه شروع کار آماریو ببین بدون دروازه‌بان پترچکو میآوری من 100 تا گل می‌خورد حداقل از این بنده خدا انتظار گل نخوردن نداریم ما گلم خوردی دوش جونت یا بریم میبریم ناکامورا ناکامورا هالند رو میندازه ارلینگ هالند خرابش میکنه اونجا هستش خود ناکامورا شوتش بیرون ناکامورا ما تا دیروز نمیشناختیم کارت شما شناختیم والا گوشه رو بگیرید آقا گوشه رو بگی شما گوشه رو بگی این شوت نیاد بکنه خطرناکه آقا خطرناکه دروازه‌بان نداریم ما بکش زیرش بکش بره بگی هالند بگیر همون شوت هالند شوت بابا گل بخور دوستان تیر دو ببین منو تیر دو هالند بزن هالند پاسش کن بزن حالا گولیت بابا ول کن شوت کن رمن را بنداز هالندو بده هالند بده این و روماریو بازم گل نخورد بالاخره تو که دروازه است روماریو شادی گل شما نگاه ساده قدیمی ها علیلوی ولی یه پرش هم داشت یعنی این با پرش باریکشالله بده گولی دوباره گولی اسلب خط را بندازه ارلینگ هالند برو میگه بدن زیبا ارلینگ هالند میذاره ارسالشو انجام میده او خطری شد بگیر با نیستی بده تو میگم پراتون بریزه گولی توی دروازه همه 40 بودن 45 بود بابا بده من کسافت بده جلو اوه پنالتی نگرفتی اینو بده این بر بزن گولیت بابا ولکون مگه میشه اصلا نویر چقدر اصلا هم اینجوری دروازه بانی نمی کنه بابا بزن اینا خدا شاهده بزن گل چه رو باری و مگه میشه گل نخوری تا بزن بره تو گل بابا بله بکن بزن روماریو این بر بره گم شو دیگه میری گم میشی این در رو باید میشه در روزه ما میگی بفرم ورد تو گل به این شود نباید بذاریم بکنه اصلا نباید بذاریم نزدیک محبته ما بشه بذار این ور بره گولی جان نگرش داره گولی جان بذار این ور یه ارسال ریز میخوام بزن هالند بابا نمیخوره برو تیر دو هالند پاس بده بزنین برکشل گولیت علی نگی شماره اینا شت حواست باش باشه دروازه بان برکشل اینجا یه سانتر مامانی میخوام بکشم خیلی مامانی بود ولی بابای جلوش وایس پس سریعا جاب کنسل اونجا شو با یک بازی کنه ضعیف تر داد دش نباید میکردیم ما بزن گولیت بزن برو توی گل هالند یه دون از اینجا ببین من دروازه‌بانم نداشته باشم من ترسک به من بدیم به جای پترچک بهتره میبرم من یارو رو اوش چه توپی رو گرفتم اون اول به اینجوری توپ بزن کن دروازه من احمق باشه توپ یه دونه بگیره من میگم باریکلا ولی اونجوری بخواد برینه تو کل تیم من میگم گم شو برو بیرون ببین عمران اگه بذارم این گل بشه تمام بازی اول میبریم 4-2 حالا با برد و سه امتیازی که به دست آوردیم به سمت بازی دوم بدون دروازه من میریم حریف دوم دیگه 3 رو برو گذاشت کارات سارا ترکیه یه یارو کسی نمیدونه کارات سارا باز ترکیه است حتی آقای ادیتور هم نمیدونست ترکیب حریف ببین نوبی بیش نیستی با همین دروازه ما میبرمت برو بریم ببینم گالات سرای آقا ما نباید بذاریم که اینا نزدیک دروازمون بشن باز دوباره چون واقعا دروازمون خیلی بده حالا جو بدیم شوخی واقعا دروازمون بده بده گوش من یه سانت بسیار قشنگ میخوام من برو پشتت
اشتباه کردی. حالا اینجا گوله چیه کاتزار؟ بزن شوز کن. شما کانسل رو در میاره. قطار رو گرفتی یا نه؟ بعدم که میگیره. میخوام راحت گلش کنی واقعا. انتظار دارم واقعا این گل بشه. آه! برو کنار بزن شو تو هول کردی حرکتو گانا کردی حال که ببین لایکو بزن همین الان اگه تا اینجای ویدیو دیدی سلاشنگ روی تیر اول تو بر میگرده جام کانسل و شو تو بعد میزد نکا جان بیا میخواست اشتباه هالند بر میگرده رو به اون ور ارلینگ هالند تمرکز تمام بزن نه واسه تو بده هالند حرکتش تیر اول نه ببین نمیتونی تو جلوی منو بگیری تو نمیتونی جلوی منو بگیری اونم روی کورنر شوت گلیت از همون جا این پاسو من مثلا دارم علکی بدل میدارم بعد سر خرکج میکنم این مرشود فرمول سوپر کنسلیشنه که فرمول جدیدی از سر توپه حرف گهگیجه میگیره نمیدونی که تو میخوای پاس بدی سانت کنی یوانی ناکامورو الان یه شوت بابا داریم برجم خریه یارو بابا تو زده حملم آقا وسط بازی آنلاین هم مرد حسابی گوله چوت هچو آقا حدو سلام علیکم مرد حسابی من وسط بازی آنلاین دارم ویدیو میگرم جواب تو رو دارم میدم میگه اینا واسه کیه صدای شما نمیره تو این سلبا رو بلاک کنین مزاحمه راحت هم نمی کنه حالا آقا بگی شما بگیرین یارو شود نکو میمر 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 چش توپی گرفتم چه توپی گرفتم اون دروازه‌بان آقا پاسو بده شما راه بنداز هالندو اه ببین گولی تو نگرفتی اشتباه بزرگی کردی و من از اینجا یه دونه شوت زیر تاق نه اوهوی عمو جان من تا حالا با این شوت نکردم ان شاءالله گل شه گل سوم بدون در متوا نباید بذاریم بیان جلو جلوشو بگی نذا بیاد جلو وای 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 دف کن ارلینگ هالند حرکت قشنگش پاسو میخواد بده اونجا نه بزن تکلو برو در تو سر چقدر زود بلند شد پدرت تو در میارم نیمار ناکامورا کاتشو میده بزن گولیت پاسو شوتو بزن بابا این نمیخوره به خدا رو بازه دقیقه 86 بازی یادش افتاد که باید اون بازی کنه رو بیاره تو باید بمونی واسه خودم اوه وسط رو بگی شوت نکنه تمام میشه کار بدون هیچ گلی بدون هیچ دروازه‌بانی میبری حالا بازی دوم هم با بارت پشت سر میذاریم و با سراغ بازی آخر با دروازه‌بان آشغال میبریم آقا بنده به یک نتیجه جدید و جذابی رسیدم اونم اینه که اسمش چیه آن سه آنتنه بدتر از دو آنتنه است یعنی دو آنتنه بهتر از تک آنتن و سه آنتنه جیوجون سه ناپولی سه هزار خورده ترکیبش هجومیه این راحت ما رو میبره چهار تا فوروارد بازی شروع میشه امید شهر قصه بدون دروازه‌بان ببینیم بازی سوم رو چه جوری پشت سر میذاره آقا این خطرناکه ها دف کن وای لگیم آقا لگیم تو بچه خوب شیرجه میزنه این پدر سوخته چه آفسایدی بود؟ چی داشت تو آفساید بود؟ دوستان دیدین چیش تو آفساید بود؟ آید تو شما دیدی؟ این یارو چی داشت تو آفساید بود؟ میتونه یه ویدیو شورت بشه اصلا دروازه باد بابا دهنی تو روماریو حرکت قشنگشو انجام داده پاسشو میده حالا اونجا بازیکنای ما پاسکاری های قشنگ زدن اونجا جاو کانسلا رو شب درگیرم میرم بزن بره توی گل حالا بریم آقا پاسو میده روماریو آقا پاسو بقبه حواست باشه مردک بیشور بوک خطا اگر بگیر ازش زود بگیر نه یا تو هوشه پدر سگ شاب کانسل شودش کن انتقام آقای روماریو دیگه گرفتی ازش بگی بریم تیر دو بزن هالند فوک تیر اون تیر یک هم نبود کشیدی بزن این بر فوک گولیت کاتشو بده وو نکن برو نکن گوش کن این لسه من بزن دو بزن گولیت وو خیلی یارو شانس داره خدایی دارم میگم هالند برو هالند تیر دو رو میخوام پاسالی
بزن رو ماریو. چه گلی گفتم به تیر دو؟ گفتم تیر دو رو میخوام، قد کوتاه روی قد بلند هد زد و تمام بازی سوم همین بریم همه رو بردیم. دمشون گرم که تا آخر دیدین، حتما این دوتا ویدیو هم ببینیم.